یه کاغذ نوشتم که برسانی دست مرسلا. خدا کنه بخانه و ببخشدم که بیخبر گذاشتمش و آمد. این نامه حیف نرسه دست مرسلا. بری طرف پاوه از هر کس بپرسی دایی چی بد میگه کجا. برو روله، برو. اونایی که میتونن دووم بیارن هیچی، باقی زخمی ها و شهدا رو میذاریم عقب آمبولانس تا عقب ببریمشون. با این نامه میرین پادگان پاوه، خودتونو به سرگل لشکری معرفی میکنید تا تکلیفتون روشن کنید. شهدا رو شما ببری، ما هم زخمی ها رو به آمبولانس خودمون میبریم. دیسپازسیه برادر، برگه خروج، برگه خروج ما عقبه. مجوز تو ببینم. وقتی از در دیوار داره رو سرمون گوله میباره، کی به کی که بخواد واسه ما مجوز صادر کنه؟ ما بریم. بفرمایید. به بچه‌ها بگو یه ثانیه هم ازش چش بر نداره. بهترینا رو می‌ذارم مراقبش باشه. ولی من نه باور دارم طوری بشه که تو عوض بشی. نه باور دارم که تو می‌خوای بری دنبال حسین بگردی. پس حسین چه خبر؟ می‌خوای برم یه پرسجویی بکنم، بعد که یه خبری ازش بگیرم. من اصلا باورم میشه که تو میتونی قصه کسی رو بکنی. بعد سه روز منوچهر از خونه زده بیرون، صاف اومده محضر. این معنی چیه؟ فردا میریم محضر، نصف اموالو میکنی کل اموال. قبول. بعد میذارم هر جا که میخوای بری با فریبرز بری. یک قرونش هم بهت نمیرسه، چون قرار نیستم بگیرم. پس قراره بری چی کار کنی؟ دیگه به خودم مربوط. خیال میکنی من مثل تو بی عاطفه ام یا توم جمع کنم؟ دیگه نبینم زاخسیاشونو چوب بزنی ها. راه بیفت دیگه. کجا؟ پاسکا. بلنش. فردا صبح اگه از پرونده اینا استعفا نداده باشی، دیگه مامان بیمار. فردا بیا برو یه سر پاسگاه ببین اگه جابر تحویل پاسگاه بود که هیچ، اگه نبود که نیست، پرسجو کن ببین دفتر این کاراگاه ها کجاست، برو تطوی قضیه رو درار. یه چیزایی هست صلاح نیست شما بدونید. این آقا نفوذ کرده تو خونه ما، باید تاوانشو بده. همین خانم جون جمع کن بریم وسایلمو میبریم توی انبار، به حسن آقا سپردم، خودمونم میریم توی مسافرخونه تا یه جایی واسه اجاره واسه اون پیدا کنیم. چرا باید بریم؟ از این خانم طلا خانم بپرس. این آقا جابر خان پسر همین طلا خانومه. دست به یکی کردن که از ما برسن به اسدمون. تو این دکه ایش کنی؟ مطمئنی دایی چی همینجاست؟ آره بابا تابلو داشت، خواهد دیدی که. آهای آهای آقا آشی ایش کنی؟ تیر در شرن؟ چه میدونم؟ ایش که نیکه؟ بیا بری دیگه پچه ها چونو بایست دادی؟ چه کنیم؟ اما این پاسی چیکار کنیم؟ تو ما رو اردی بسید این محرکه؟ دور تا دورتون محاصره است! میفهمیم؟ بیا فرار کن! چه فرار کن میگی دور تا دورتون محاصره است؟ دستور آتیش بدم سوراخ سوراخ میشین! ده قدم هم ماشینتون دور شید. باشو دور شید. حالا دستون بیزن. جلده اون باری نه کدوم باری؟ رو به جلو. یک سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده.
پکو بقیهشو کلش هم یه نفر انگار زیادتره پشمشتان حتما خود یه نفری یا بازم هستی؟ یه نفر 30 نفرتون حریفم جون بخوری تیرم تو قلبتانه یه نفری یه نمونند دنبال چی اومدین؟ اومدیم پی مشسلو نامه آوردیم واسش الان که گویا تشریف نهارن اگه اجازه بدیم و رفع زحمت کنیم نامه از کی آوردین؟ اکشهجال دخترش این یارو خودش مشسلامه اینه خانوادگی قاطی دارن شما خودت مشسلامی؟ آقا کجار رفه ایوا با هوشیار علی تو رای جا خوردیم به پستم یه نامه ناد من برسونم به دست شما اینا نگاه به سن سالم نکن بچه از خودت باهوشترم مشسلام به جون مادرم ما دشمن نیستیم که لباسه مونو نگاه کن این مال ارتشه شلوار و مال سپاهه ما از اون آدم حسابیاشیم کجال من تو همدان درس دکتری میخونه کجاست که بره دنبال هیوا بده من اینو حاجی باور نمی کنی بیا دست خطشو ببین تا قبول کنی سوادم کجا بوده ای بابا گیری کردیم نزم مجزم هم میزنیم میکشیم اونو بابا نشوی که اینقدر چه دست به تیری هم داره یا نه بی حرف و صحبت دارید اونجا بشینید یالا کی یادتون داده اسم دخترم کجاله؟ هیچکی خود کجال خانم گفت دروغ نگو که عمرت به دنیا باقی نمیمونه موندن ما چرا هر جا میدیم ما رو با یکی دیگه که نیستیم اشتباهی میگیرن آخه اینی که گردیم بقیه خیلی میکنن گردویم والا میخوای مشتی بخونم تا باورت بشه نامه رو نمیخواستم بخونی نمیذاشتم پات بخونم باز بشه بخون خب شما لوله تفنگو بگی اون وقت تا بخونه لازم نکرده داش این بچه ترسوهای تهرونه لوله تفنگ روش باشه زبونش قلف میکنه میگمت بخوان سلام باقیش دیگه خوندنی نی یعنی من نمیتونم بخونم رمز و رازی نوشته کمکت میکنم بخوان گیانی گانه گانه ناقابلمه ناقابلم ناقابلم به قربان به قربانه به قربان تالک تالک موت همین شکنش گگم لول نامگانی اوه اینوست بخوان بخوان بدانم چه نوشته از آنم اگر بزانی ازانم اگر بزانی ازانم اگر بزانی که در سکانم نیا کنارو که در سکانم نیاگا کنارو بله و کفتکم و کفتکم و کفتکم به شون هیوا به شون هیوا به شون هیوا دلت اویا بخوین دلت اوید بخون دلت خون اوید ولی قسمت ام ولی قسمت ام همین گفتم که منم به قور دایکم به قور دایک به قور دایکم طاقتم لتکابر تا هیوات بو یارم لتکابر تا هیوات بو یارم هیوا بومن کنشکم کجال کنشکم کجالم
هوشیاره؟ آره. جونشو برام گذاشت. مردنش چجور بود؟ افتنش برام سخته، فقط بدون که مردونه مرد. شعر جنگ میکشی های برای تفنگی میکشی های شعر جنگم رو برای تو پنچه رو رفیقه خاصم رو رفیقه وقت تنگم رو پیای جنگم رو اینی که من شدم صابخونتون هیچ نقشه پشتش نبود. جابر اومد گفت یکی بهتون ظلم کرده، ممکنه آلاخون والاخون بشی. منم گفتم بیام، وگرنه من تا حالا صابخونگی نکرده بودم. همین که دفعه اولتونه یعنی یه نقشه ای داشتین. مرسی، حرمت نکرد. حساب جابر من و اسد شما با خودشونه، کار اونا چه دخلی به کار ما داره؟ من صاف خونم و شما مستأجر، جفتمونم خوش و خرم و کیفور، تموم شد و رفت. حالا چایی ها که خورده شد بگیم وسایل رو بذارن سر جاش، آش نظری بدم بخورین کیف کنیم. خانم جان اون کیف منو بدین. اصلا محض اینکه بدونی کی سمت کی بوده بذار بهت بگم، من سمت شما بودم. نشون به اون نشونی که پسره رو مجبور کردم بره از کارآگاهی داداشت استعفا بده. رو حرف منم جرأت نداره نبیاره. چای خوری بسه، پاشین بارا رو تناب پیچ کنین، دیره. باشه. آقا چرا وایسادی؟ سلام علیکم. دارین تشریف میبرین آش خانم؟ جوابش نده خانم جون. بله داریم میریم، مزاحم شدیم. چی داری میگی؟ مزاحم ما شدیم یا این آقا؟ بس کن، آدم که نمک خورده نمک دونو نمیشکنه. اونی که خوردیم نمک نبود، رودست بود. دیگه لازم نیست بریم مرزی خانم. آقا برو. آقا نرو، من همین الان از پرونده داداشتون استفاده دادم، دستیارم هم شد مسئول پرونده. راست میگی جابر، دیدین گفتم خانم بزرگ، دیدین گفتم من طرف شما، اینم مدرکش. بگو بگو کی زورت کرد استعفا بدی، بگو دیگه. کی زور؟ بله شما زورم کردین. احسنت به اون شیر پاکی که خوردی.
این هرچی که باشه رو حرف مادرش نه نمیاره. یه موجود حلال زاده یه که نگو. آقا همه اونا رو که سوار کردی پیاده کن ببر بذار سر جاش. خانم جون دیر به جمعی میخوریم به شب. حاج خانم این پرونده از بابت من دیگه مختوم است. مختوم است؟ چی مختوم است؟ اینکه شما برای گیر انداختن اسد از ما سوء استفاده کردین چطور مختوم است؟ من کجا سوء استفاده کردم؟ زیر نظر گرفتن ما سوء استفاده نیست؟ پس چیه؟ من هیچ سوء استفاده ای نکردم. نکردین؟ نه خیر نکردم. نه که نکرده باشه. راستشون اولا یه خود میخواست شما رو زیر نظر بگیری. من فهمیدم دومشو چیدم. چیدم یا نچیدم؟ چیو چیدی؟ دومتو دیگه. بله چیدم. دیدین گفتم من طرف شما؟ خانم جون دیر به جنبی میخوریم به شبا. کو استفاد بفهمید. من دلیل کامل استعفامو تو این نامه واسه رئیسم نوشتم. زیراکس استعفا نامه هم آوردم براتون که خیالتون راحت شه. بخون ببین راسته یک کلک. این بچه اهل دوز و کلک نیست به خدا. اینا تو شغلشون با دوز و کلک آشنا نباشن که باید مرتب گوله این مجرما رو بخورن. راست میگم یا نه؟ بله آج خانم حق با شماست. ما باید لمه خلافکاری رو بلد باشیم. بخون دیگه. گیرم که استفاش کلک نباشه که چی؟ میخوام ببینم این آقا همون قدری که مامانش میگه اهل صداقت هست یا نه؟ برم من یه لیوان آب بخورم بیام. آره والا گل گفتی. گلوت از خستگی خوش شد. آها صفا خلالم بخونید. صفا بعدی چطوره بچم؟ چی بگم والا؟ سر به زیر حرف گوش کن با حیا کاری دیگه چی از این بهتر میخوای؟ خانم بزرگ گفتن نداره ولی خودت هم میدونی امروز روز شوهر سالم آسون گیر نمیاد. چرا داری مورد به این خوبی رو دستی دستی پس میزنی؟ نه اینکه بخوام بگم بچه من تو همه پسرها تکه، ولی اگه میخوای به قلوم قبولش کنی یا نکنی باید بمونی و یه مدتی زیر نظرش بگیری. چاره شما رفتن نیست به خدا. ولی طلا خانم کاش از اول رو اصل صداقت رفته بودیم. بر منکرش لعنت. ولی حالا کاریه که شده. مرضیه راضی بشو نیست. نمیدونی چه آتیش تندی داره. مگه خودت و خودم بار اولی که گفتن به شوهرامون راضی شدیم؟ ناز و عدا رسم دختره. ناز نکنه میگن هول حلیم انداختش تو دیگ. شما نگهش دار من به موقعش دلشو به دست میارم. آخه کی دیدی دزگیر پسرت بشه دومالت؟ این حرفا رو ولش کن. نگاهشون کن ببین چقدر کره هم دیگه. یه حدید این رفتین بله رو به یکی دیگه دادین دختره رو دستی دستی بدبختش کردین. استعفاش راستکیه. حالا میخوای بمونی خونه دشمن پسرت؟ اسد خلاف کرده، قانونم دنبالش بوده. آقا جابرم که میگه کشیده کنار. طلا خانومم الحق زن بیشیلهیه. بریم که چی بشه؟ خانم جون اگه شما بمونیم من رفتنیم. تو هر جایی میری که من برم. من جایی که این آقا باشه نمیمونم. این آقام قول میده زیاد جلوت آفتابی نشه که غیظت در نیاد. گذر زمان کدورتو از بین میبره. قول بده جابر. قول بدم که چیکار کنم؟ قول بده که تا غیظش نخوابیده جلو روش آفتابی نشی. اینو اینجوری نگاش نکنینا. از وقتی که شما اومدین اینجا موندین رخت خواب برده انداخته تو دفترش میخوابه همونجا. همومم غیر همون یه بار که اومد اینجا خرابکاری کرد میره همون نمره. من اصلا نمیفهمم شما چرا میخواین دعوای به این مهمی و مثل آب خوردن لاپوشونی کنین. هر کدورتی هم که باشه گردن من و این پسر از مو باریکتر. این چیزای علکی پلکی که نباید باعث جدایی بشه دخترم.
بگو هرچی رو بار کردن بزنن سر جاش. مگه نشنیدین خانم بزرگ چی گفت؟ بجنبین دیگه. ای سلام، مطمئن هستی تا اینا اینجا خاک کنیم به صلاحه؟ میت بی جهت سمت قبرستان نمیاد، حتما خیریتی توشه. آخه اینا هر کدوم خودشون یه خانواده دارن، بالاخره هر کدومشون یه پدات بگردنشونه. ببرین تحویل بدین، خبر به خونهشون میرسه. راست میگه داش، اینجوری واسه خود ما هم بهتره. بکن من یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند رحمتت، خداوند روحت شاد. السلام، بازم به تسلیت میگم، خدا صبر بده. خدا به شما هم خیر بده. اوکی باشه دیگه، ای کاری نهلی ما بریم. تا یه جایی با هاتون میام. به کجا؟ تا هر جا که بعدش بتونم برم سمت کجار. میخوای بری سمت کجار که چی بشه؟ علی خیلی مرده، اما جلو اون نامرده دستنها میمونه. باید برم برسم بهشون. مگه شوخیه مشی؟ برسی هم زندت نمیرسه. اما دست میگه، شدنی نی. شما قصه منو نخورین، مش سلام زود راه هر کاری رو بلد میشه. راستیتش ما خودمون داریم برمیگردیم تو منافقا. خوبیت نهره بهت بگم، ولی پیش خودمون بمونه. ما جاسوس این وریاییم تو منافقا، نفوذیم. حالا هم باز برگردیم دوباره توشون، بفهمن تو با مایی لو میریم. لو هم که بریم کار ما و دختر تو علی یه جا ساخته است. یعنی الان برمیگردیم تو جنگلی که تعریف کردیم؟ الان که نه، یه ماموریت نیمه تمومی داریم که باز تمومش کنیم. منتهاش تا شب برمیگردیم تو جنگل. شما هم خیال تخت، ما از اون آدماش نیستیم که ساده بذاریم خونه کسی پامال بشه. دخترتو بسپار دست خودمون، خیالت راحت. بشین بریم اصلا. راست میگه یا میخواد گولم بزنه؟ راست میگه. شما بهتره بری همونجا که باقی اهالیتون رفتن. این جموندنت خیلی خطرناکه حاجی. بشین بریم دیگه. گوش کن پسر جون، خیال کن کجال ناموس خودت. باشه. باشه داش، خیالت راحت. بشین به چاق بریم وسط. مش سلام، حالا خیال میکنه ما هوای دخترشو داریم. بهتر اینه که کله شقی کنه بره خوشو بکشه همه. حالا خب هلیکوپتر خودیه. این هلیکوپتره قرار بره نقطه جنگلی ها رو ببیته. از کجا میدونی؟ رئیس پاسگاه القدیر تو نامش به فلا نوشته. نوشته به سوغلجش منطقه یه طوریه که اگه بخوان زمینی حمله کنن تلفاتش خیلی بالاست. این هلیکوپتره الان میره تو قرارگاه بهسد میشینه ور دل فلا. منافقا که جمع شدن تو جنگل بلند میشه میره دخل همه شونو میاره. شوخی نکنه ما. شوخی دارم ما. هلیکوپتر خیلی باله،
الان اگه جایی لکنتی هلیکوپتر داشتیم تهرون بودیم. چی میکنی؟ پیاده شو. چی شم؟ پیاده شو مامان برگردم. بچاخ بریم بابا، بچاخ. بهت میگم بار پایین ما. خفه بمیر بابا. وسط سگ و صخره پیاده شم بگم چند منه؟ واسه کنار جاده یکی سوارت میکنه. مگه سر لاله‌زار یکی بیاد سوارم کنه؟ نفر اولی که برسه بهم صاف میبره یه جا تحویلم میده میرم زیر بازجویی. بیا پایین. نکن بابا بسته بینه بسته بینه. اه؟ بچه نمیفهمی؟ معلومه که نمیفهمم. میخوای برگردی چه غلطی بکنی؟ میخوام نظرم هلیکوپترشون بپره سمت کجار اینا. آزار دادی مگه؟ بابا اینا اگه حمله هوایی کنن هیچکی زنده نمیمونه. هیچکی یعنی هم منافقا هم علی هم کجار. فعلا که نمیدونه تو منافقا خودی هست. با اسمشون بگیم. بکشی من بر نمیکنم سمت فلا. واسه همین پیادت کردم دیگه. جون ما پیلان کنده داشت. 5-6 ساعت راه دارم تا قرارگاه. ببین اسد گلم. اولا دهش آتیش فتنه خشکتر رو با هم میسوزونه. چاره چیه؟ دومندش برگشتن هیچ سودی توش نی. همونی که خودت گفتی. وقت دونقنی که به موقع برسی. اگه قرار باشه به موقع برسم میرسم. تو همین ایسپازتی که رد کردیم گیرت میندازن. یارو ماموره گفت چه بخواید برین چه بخواید برگردین مجوز لازمه. یه بار ازش رد شدیم بازم میشه رد شد. اون دفعه که رد شدیم به حرمت این کسی بود که این بوش خوابیده بودن. این دفعه چی داری بگی؟ میگم رفتم تحویلشون دارم برمیگردم. اصلا خیریت خاک کردنشون همین بود که من باز برمیگشتم. این باز زد تو حرفای من نوی نوکرتم فلا بخونم سلام برای تو تشنه است بفهم. نمیفهمم تو چون هیچ چی نمیخوای بفهمی. بابا ما به علی و کجال مدیونیم. بزنیم به رگی بیغیرتی خون و هشدار بابام کردیم. من سلام نشوندیم به خاک سیاه. حالی که نه حالی نیست. من اصلا هیچ چی حالی نیست. حیفونه حیفونم. خوبه نماد. اگه باز بخوای پاپیش خفه خفه هست دور بزن. تا نزدیک قرارگاه باید میام. اونجا آمبولانس ازت میگیرم و برمیگردم. همونجا به بعدش هم دیگه خودت میدونی خودت پچولت. آقای داشت نه این نباشی تو همه ایسپازشه گیر کرد گفت. سلام آقا. سلام. خسته نباشی. یعقوب بده؟ بله آقا تو طول منتظر شما. خیلی خوب. ماشین میبرم؟ نه خودم میبرم.
چی هستین؟ یه نامه که به حساب اجازه دارم برم منطقه دنبال بچه‌ام بگردم. آخه توی جون عزیز میخوای بری منطقه که چی بشه؟ تو پولت بگیر نامت جعل کن. جپه رفتن مگه شوخیه؟ تا بخوای برسی صد جا باید سوال جواب پس بدی. تا اگه جعل ترتمیز باشه دیگه بقیه چک چونه است. جبه هم بالاخره یه سلوخ در رو داری که بشه پیداش کرد. واسه یه مهر سپا بسازم، امضا چهار تا از این رئیس و اسارم بزنم پاش. پرسجو کن به این طرف های پاوه مرکز رو اسمش چیه، به همون مرکز نامه بنویس. یه سری مدرک پدرک علکم جور کن بذار لای پوشه بذارم زیر بغلم، مثلا 1000 تا نامه نگاری داشتم با اینو. یه شناسنامه هم میخوام به اسم فضلعلی سالک که نشون بده اسد سالک بچمه. میخوام اگه یه نونوی آوردن نشونشو بدم خیالشون راحت شه. ببینم این اسدی که پیش میگردی پولاتو بالا کشیده؟ پول خوب میدم که سوال اضافه نپرسی. پول خوب یعنی چقدر؟ خیلی. غیر شناسنامه موتورم میخوام، نوکونش برام فرق نمیکنه، فقط برو باشه. یه 250 و 100 ردیف میکنم. نمیخوام بلخرجی کنم، یکی از همه معمولیش باشه بس. به شرط این که شما موقع حساب کتاب گدابازی در نیاری. کاظم چای برده بیا. رو چشم. مرضیه؟ نمیدونیم روریو تو کدوم یک از این کارتان هاست. هرچی میگردم پیدا نمی کنم. یعنی قهری اونم با منی که زاییدم تو بزرگت کردم. بزرگم کردی که جلو بقیه کوچیکم کنی. من کوچیکت نکردم، صلاح دونستم که بمونیم فعلا. چه صلاحی مثلا؟ حالا زوده بدونی. اصلا میدونی چیه؟ من تو این خونه غریبم. صلاح نیست بدونم قضیه دفتر آخوم چیه. صلاح نیست بدونم اسد کجا رفته. حتی صلاح نیست بدونم چرا باید تو خونه دشمن داداشم بمونیم. هر وقت عصبانی نبودی و قبول کردی که اینا دشمن ما نیستن بهت میگم. اصلا من و شما تو این مورد حرف همو نمیفهمم. هرچی شما بگی. اگه من باید بگم که میگم بلند شو برو قوری رو پیداش کن. حالا اگه اسد بود، اگه میگفت از این خونه بریم همون بار اول با سر رفته بودیم. اسم اسدو نیار که دلم برا شده یه ذر. خدا انشالله پشت پناهش باشه. ده پاشو دیگه، قوری تو این کارتونا نیست. هر جا که هست برو پیداش کن. باید معذرت بخوام؟ خیلی خوب معذرت میخوام. اصلا من بد حرف زدم، اشتباه کردم. اگه کمه برم بیرون جار بزنم. نگو خانم جون، آخه اینجوری آب میشم که. اصلا من اشتباه کردم که از همون اول نگفتم چشم. الانم میرم قوری تو برات پیدا میکنم. بره دیگه. میدونی تا بیا؟ یعنی مطمئن بودم بالاخره اینو میگی. نیم ساعته برمیگردم. راهی که تاش به فلا برسه برگشتی توش نی. یعنی نه که نیای، یا میای مونتاژ با فلاح و خدم و حشم. من بی بر برگرد باز کله سر تهرون باشم. خب اون هلیکوپتری هم که تو دنبالشی که بری جلوشو بگیری تا حالا پریده رفته کارشو کرده و برگشته. با
پس با این رفتنه جز اینکه خودتو مچل کنی هیچ کاری ازت بر نمیاد. یعنی اصلا راه نداره ببینی؟ به جون خودت خیلی دوست دارم ولی راه نره. اما دیگه بریم نیه. سلام مارم به فلا برسون، بگو دلم واسه یه ذره شده. ولی بفهم این دورو برای حتما یه سرت میزنم. ولی دوره بود واسه خودش نه؟ واسه تو که خوب بود، هم کلی واسه شانس آوردم هم کلی چیز یاد دادم. آره خوب واسه تو هم بد نبود، خاطراش میدونه واسه. هی همچی باشه هدیگه خداحافظ. زورتو بزن زنده بمونی. چشون شده اینا؟ حتی درگیریه. چرا سر توفنگاشو تو آسمونه؟ توفنگ نیست زنده هواییه. یا آقا منه بری آسم یه خود بستر خرمه کنه که باد خرمه جنم میبری.